شروع میکنیم به نام پروردگار یکتا. تماشاگران عزیز، بیننده های نهایت گرامی، در برنامه امروز صدای مقاومت با من دکتر جاوید پیمانی خوشحال هستم که از طریق کامره های شبکه جهانی ساحل تیوی میمان منازل شما هستم. عزیزان، در برنامه امروز رویداد اخیر مقاومتگرانه صحبت داریم، بعدا در مورد جنایات گروه ابو جهل ملش های پاکستانی یا میتونیم بگویم لشکر نیابتی استخبارات جهان صحبت همتون میکنیم یا روشنی مندازیم و بعض موارد دیگر در این شو در موردش گفتمان خواهد داشتیم. جا است یا جا داره که تشکری خاص بکنیم از تیم مطبوعاتی همکاران ما بگویم از جبهه مقاومت ملی و همچنین دوباره از تلویزیون ببخشید سوال تیوی که ایشان همچنین همکار ما هستند و شبکه جهانی امروز که استدیو ایشان برنامه در از لس آنجلس همکاری میشه که از طریق شبکه جهانی سوال تیوی پخش شود. دوستان عزیز، ببینین، خودم وظیفه ایمانی وجدانیم است باعث یک جورنالست یا یک برنامه ساز یا یک شهروند از او سرزمین که امروز صدای مقاومت ملی را برعهده دارم در پهلوی سایر برادران، خواهران، خصوصا همکاران ما که در رسانه‌ها سر صدا میکشن، فعالیت دارن، زحمت میکشن، کسانی که البته صادقانه و عاشقانه یه حرف را من همیشه تکرار میکنم، صادقانه و عاشقانه طرفدار مکتب مسعود بزرگ هستند و به آزادی باور دارند، وظیفه ایمانی و وجدانی به مقابل خدا و ملت افغانستان و سرزمین دارند، ما کار میکنیم. خب این وظیفه ما هست که ما تشکری بکنیم از همکاران ما. همچنین وظیفه بسیار عمده که ما داریم که باید از ما متوجه حرکات دشمن باشیم، متوجه رقیبای خود باشیم که اینا از طریق مطبوعات چی میکنن. حتی کسانی که به تکتیک دیپلماسی بگویم یا شعار تکتیکی میدن یا میاین مثلا یک توطیه نامردانه را از طریق در لابلای صحبتهایشان توطیه میکنن، میسازن به ضد مقاومتگرا یا رهبر جبهه مقاومت، ما باید از پاسخگو باشیم. هر کدام ما اجازه برای هیچ کس نتیم و نخواهد داد. خب خلاصه به شما که در جریان هستین، امروز کوشش میکنن که تا در لابلایی که وقتی بعضی از خبرنگارا، ژورنالیست ها از بعضی اشخاصی که میپرسن که آیا دستاورد جبهه مقاومت یا در طول دو نیم سال چی کردن و چی نکردن، شما میدانین که از دهن از اینا بویگند میآید. حتی اینا میخواهند که خود معرفی بکنن یا شخصیت خود در جامعه افغانستان، گویا که اینا واقعا ملیگرا هستند یا باورمند به وحدت ملی دارن. نخیر، همچون حرف نیست. اینا بسیار زیرکانه کار میکنن و میدانن که مردم افغانستان در طول سالیان سال فریب دادن، نیرنگ بازی کردن یا دروغ گفتن که بتانن سوء استفاده بکنن از وحدت ملی، از منافع ملی، از این آن. در حالی که ما در طول تاریخ افغانستان شاهد هستیم که همیشه رهبرای فاسد، جاسوس، نوکر کامده مردم را به می فریب دادن که ما از باید از برادر هستیم و برابر هستیم و وحدت ملی است و منافع ملی است و شعار ملی گرایی را دادن و مردم باور کردن. از او خاطر است که از آن ما باید به اینا باورمند نباشیم. مردم افغانستان، نسل جوان باید آماده باشن، آماده هر توطیه، هر دسیسه، هزار تکتیک نامردانه که اینا سوء استفاده میکنن، ما باید در مقابل از اینا استاده باشیم و پاسخگو باشیم به هر شرایطی که باشه. خلاصه ما برنامه را بعض وقته که وقت دارم تعقیب میکنم، اون برنامه ای که اگر بفهمم که وقت گرانبهایی که ما داریم، خصوصا ماهایی که سخت کار میکنیم، باور کنید که حتی
چای صبح ما میخوریم، باز نان چهار شست پیش ما میمان نان شب هم میخوریم. این خدا شاید است حتی خواب ما در 4 ساعت از او بیشتر نیست. ای وظیفه ماست که ما باید از آماده باشیم، آگاهی داشته باشیم، ببینیم که در دوروبر ما در رسانه ها چی میگن، چی پلان های شومرنا میخوان پیاده بکنن، یا حتی کمین هایی که میخوان آماده بسازن که ما را در کمین گیری بکنن. از اون نگاست که ما برنامه را دیدم، یکی از میتونم بگویم که رئیس امنیت است از بق افغانستان آقای نبیل، در یکی از برنامه دعوت شده بودن، صحبت هایی داشتن. ما ایشان در کابل خوشبختانه به خاطر که هموطن ماست، ما کدام خدا نخواسته تعصب یا مشکل با کس نداریم، در شارنه و کابل سر خوردیم، در اوج آشنایی پیدا شد و صحبت کوتاهی داشتیم. خب ایشان ما با صحبت هایشان یا مصاحبه ایشان با دقت گوش دادم، یعنی صحبت های پراگنده و میخوان که مردم فری بدن. اینا غافل از آن که ولو که محترم آقای نبیل باشه یا هر کسی که نام، نه تنها که رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان بودن، وظیفه انجام دادن، ایشان یک حزب را اصلا افتتاح کردن که چندین سال میشه رئیس حزب سیاسی هم هستن. ما برای هر شخص، هر انسانی که در افغانستان شهروند و سرزمین است، ما برشان احترام داریم، چپیستن، راسیستن، هر کسی که هستن، مگر کسانی که باز حرفای زده نقیص میخوان بزنن و خدای نخواسته تخریب بکنن، توطیه بکنن به ضد فرزندان و سرزمین، به ضد حتی میتونم بگویم لشکر و سپاهان قهرمان ملی. این وظیفه ماست، ما در مقابلشان چی در روبرو باشه، چی در پشت کمره ها باشه، چی در سمینارها باشه، چی در استیجا و پودیما باشه، ما این وظیفه ماست که جوابشان دادنی هستیم. خب اینا کوتاه بسیار فشرده میگم که اینا شعارهایشان، صحبتهایشان کلش تکتیکی بوده. من می درک کردم از صحبتهایشان و خواستم در این مورد اشاره بکنم. هموطن عزیز متوجه باشین، با شعار منافع ملی، بازم تکرار وحدت ملی و اینا دیگه بازی نخورین. همچون چیزی در تاریخ افغانستان وجود نداشته. مقاومت امروز زنده است، جبهه مقاومت دستاورد بسیار زیاد داره. جبهه مقاومت ملی اگر نمی بود، احمد مسعود اگر نمی بود، امروز کی دارد؟ تمام کسانی که در افغانستان از الف تا یاش بگویم، یا سیاستمدارش هستن، هر کسی که هستن، جنرالش هستن، در شق نظامی هستن، دور از یک ایده البته، اینا همش خیانت کردن، در آخر هم فرار کردن، وطن الا دادن، یا به زور یا به زر یا به توطیه، هر چی که بوده. مگر احمد مسعود، ایشان دستش در خون مردم آلوده نیست، دستش در خیانت و جنایت آلوده نیست. نه وزیر دفاعی بوده، نه جنرال بوده، نه مامور بوده، نه وکیل بوده، نه در پارلمان افغانستان بوده. از نگاه بیوگرافی ایشان، شخصیت خود ایشان به حیث یک رهبر جوان که جاگزین قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود شده، من فکر میکنم که پاکترین بیوگرافی را یا بکران ایشان داره در سطح رهبریت. خود شما که امروز میاین میگن که گزینه ما جنگ نیست، آقای نبیل شما در 20 سال چی کردین به اوست زمین؟ کال میاین میگن گزینه ما جنگ نیست، باید از ساله باشه و باید از عالمای دین و مشران. کدام مشران؟ کدام عالمای دین؟ در طول 20 سال بزرگان ما، اگر مشران میگن، اگر عالمای دین میگن، اینا چی کردن؟ بجز از نظارگر، بجز از صدای مردم خفقان ساختن، استاده نشدن، از حق مردم خود دفاع نکردن. امروز شما اگر از عالم دین میگن، اینا بیان بعدی در از برای من نشان بدن که در حدیث پیغمبر چی گفته، در قرآن مجید چی گفته که حقت چطوری بتونی به طلبی یا بگیری. ای خونه میشه که ما در زیر
سلطه ظلم یا ستم زندگی بکنیم. امروز یک بیرقی که دور از کلمهش بیرق آیسای، بیرق بردگی و جاسوسی و فتنگری و خونریزی است، بیرق جنایتکار و وطن فروشی، حتی وطن از اینا نیست. من اینا را از ایش نمیگم، اینا در پاکستان زاده شدند، در اوج تربیت شدند، از اوج آمدند و خود کسانی که در زیر بیرق زندگی میکنند اینا افتخار میکنند که از افغانستان هستند و ما در کشور زندگی کردیم. زندگی کردی؟ این زندگی واقعا به عزت است، زندگی شرمساری است. مرا که بکشید از زیر بیرق زندگی نمیکنم در افغانستان، به خاطر که بیرق، بازم تکرار میکنم، توسط آیسای و بادرانشان ساخته شده و این گروه پلید خونریز، جنایتکار، تروریست قاتل، یک گروه وحشی است. اینا دشمنان دین، دشمنان خدا هستند. امروز به ناموس مردم تجاوز میکنن، تاریخ مردم از بین میبرن، تمدن مردم از بین میبرن، هیچ چیز به اون مردم، نه آبرو، نه عزت، نه غرور، نه شرف، نه هیچ چیز برشان نماندن. و تو میایی برای من مثال میگم، کسان دیگه رو میگم که با سر بالا ما خیلی جای نرفتیم و فرار نکنیم در افغانستان. نه، اصلا بی‌غیرت‌ترین انسان توستی که در افغانستان زندگی میکنی. اون مردم ما کار ندارم، مردم مظلوم ما مجبور هستن. معمول کسایی که میان داد از سیاست و خود بالا بالا میزنن، از بارن، شما اصلا اگر واقعا باید با تروریستان وحشی، جنایتکار، ملشای پاکستانی نکردین، چطور در کابل زندگی کرده میدانید؟ و شما برده بردستین. ما براتون میگم، چالش میتیم اتانه، ولی اگه یه دق دق بانیتانه. مولوی عبدالشکور در مقابل از یا شعار داد، صدا تا فرزندان اصیل از او سرزمین در مقابل از اینا شعار داد، اینا رو زندانی ساختن، سکنجه کردن، خواهران ما را. شما رو چرا که سکنجه نمیکنه، زجر نمیده؟ به خاطر شما نوکر نوکر هستیم. برای نسل جوان نبیاین دروغ نگوین، خصوصا برای ماهایی که در خارج زندگی میکنیم. ما شما که در عقل ما، هوش ما، ذهن ما، افکار ما، تحلیل ما بهتر است. اینو ما خوب میدانیم که کی میایه واقعیت میگه، کی نمیگه. بعض ما انسان شناس هستیم. من خوب میدانم که یک انسانی که در تلویزیون حاضر شوه که اگر نشناسم هم درک میکنم، میدانم که انسان از انرژیش، از حرکاتش، از کرکترش که انسان واقعیتگوه صادق است، انسان خوب است یا بد است، چه سبقه اوناست، چه آقا، آیا انسان وطن فروش است، محافظه کار بود پاک است، جاسوس است، یا انسان شجاست، انسان واقعیتگوه است. از قبل کسایی که در رسانه ها میای بیشترتان برده بردست نوکر هستین. ما هم تعداده که میشناسم، البته ما کلگیر نمیگم، خصوصا خواهران برادران ما را که در اونجا هستن، یک تعدادش مجبوریت ما با آنها صحبت ما فرق میکنه. خب ایشان آقای نبیل داد فریاد میزنن که چرا جنگ مسلحانه. بله آقای نبیل، شما امروز بینین وقتی که بناموس یک قوم یا دو قوم تجاوز میشه، دختران اینا از پلوی برادرش یا از خانمار از پلوی شوهرش یا از پلوی پدرشان میبرن، تجاوز میکنن، شما وجدانتان، احساستان، غیرتتان، غرورتان آخر قبول میکنه؟ وقتی که جنایت خیانت اینا در پنجشیر، اندرآب ها و در مناطق شمال و شمال شرق انجام دادن، آیا شما قبول میکنین؟ اهانت، بی‌حرمتی بر سر مزار قهرمان ملی تابال ادامه داره، شما قبول میکنین؟ بر از شما چیز نمیره، شما فقط صرف در طول تاریخ کمات خودت ذکر کردی که خیانت انجاوابایت، ببخشن، خیانت ها را اجدابایتان یا اجتماعی خیانت انجام دادن، که من به آفرینی براتان میتم که واقعا اگر کس که آمدین هم معذرت خواستین، هم با واقعت پی بردین و واقعت اظهار کردین یا گفتین در این مصاحبه. ما انشالله که تمام رهبران فاشست قبیلوی اینا بیاین حاضر شوند، معذرت بخواهن و اشتباهاتی که از 200 سال از انجام داده شده اینا باید از در اشتباهات یا در مورد اشتباهات صحبت بکنن، واقعیت ها را مردم را بفهمنن. کار درست کردین.
مگم باز هم که میبینم شما هم از تکتیک های بسیار ببخشین بعض وقت من نمیخوام مرفا الفاظ از خدا نخواسته زدرکیک یا بیترامی نشه منافقت است در حرکات در صحبت های تعداد که میان واقعا میخوان که از منافقت استفاده بکنن. من باید بسیار با لغت پرانی و با معدبانه و بازم تکرار میکنم خودم ملی نشان میتن و که ما بارمند در جغرافی های افغانستان هستیم، بارمند به یک ملت هستیم، در حالا که همچون مسائل نیست باور بکنین. این واقعت است. مردم افغانستان، نسل جوان که ما بارمن هستم، نسل آگاه و شار هستن و مردم ما همچون باید است که از خواب غفلت بیدار شون و بازی نخورن. خلاصه خدای نخواسته اگر احمد مسعود نمی بود ما براتان امیره وعده میتم، قول میتم که هیچ رهبر، هیچ شخص، هیچ جوان نبود که مقاومت اعلان میکرد یا جاگزین احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان میشد. امروز اگر شما بارمند با آزادی و استقلال هستین، اگر صادق هستین، اگر واقعا صداقت به سرزمین دارین که از تجربه های گذشته، از کارهایتان، ما تاریخ تکرار شدنی است، ما شاهد هستیم کارهای درستی را در مدتی که شما یا هر کسی که در افغانستان فعالیت بودن نتونستن فعالیت های درستی را یا برای دفاع مردم افغانستان افغانستان انجام بدن. اشتباهات شماها بوده که امروز افغانستان دیالت در ایالت قرار گرفته، ملت افغانستان گروگان گرفته شده. اگر شماها به مقابل ولو کرزی بوده، آمده کرزی یا اشرف غنی فراری دوست استادگی میکردین، جوگری با متانت و شجاعت و مردانگی، امروز ما اطمینان داشتیم که افغانستان به ایالت نمی رسید. و بدبختانه که باز روزش که میایه حرف اول هم شماها میزنین، این قابل قبول نیست. جبهه مقاومت ملی جایگاه خاص داره. جبهه مقاومت ملی امروز آرمان میلیون ها انسان و سرزمین است، روزنه امید میلیون ها سرزمین از سرزمین افغانستان، از کشورهای منطقه و آزادی خواهان جهان است. احمد مسعود در مدت دو نیم سال توانست که یک جایگاه خاص را بحث رهبر جبهه مقاومت ملی از آن خود بکنه، توجه جامعه جهانی را از کشورهای منطقه را طرف خود جلب بکنه، زحامت میکشه. جوان هست که امروز باورمند است ما هست ملت افغانستان، کمتر پدرشان احمد شاه مسعود مردانوار تا آخرین قطره خونش ساده شد به مقابل اجیران، نوکران پنجاب، حتی 26,000 تا 25,000 نظامی های پنجاب، القاعده، چچن، مردانوار زیست سادهی کرد، دست پنجه با استخبارات جهان نرم کرد تا که با یک توطئه نامردانه، با یک توطئه بزدلانه توسط استخبارات جهان، توسط چند تا انسان های بی فرهنگ برده، اینا این مرد بزرگ ترور کردن یا با شهادت رساندن. امروز ملت افغانستان نسل نوین خوب میدانه چی در اروپا، چی در امریکا، چی در تاریخ، چی در داخل افغانستان، چی در هر جایی که حضور دارن، که میشه سر احمد مسعود حساب کرد. سر احمد مسعود واقعا من یک بار گفتم، تکرار میکنم، یک جوانه که در این سن در تاریخی که من بیاد دارم به این سن خود، ما فکر کنم همچون یک رهبر، یک دیپلماتی را در تاریخ افغانستان در میسن ما در گذشته داشتیم، نداشتیم. خب او از سودا یا رقیبای نامرده که میخوان توطئه بسازن، در بعض حرکات ایشان میخوان که بخواهن که انتقاد بگیرن. انتقاد آسان است، انتقاد هر کس میتونه بگیره، هر کس میتونه انتقاد بکنه. او کدام مسائل بگم یا کدام حرف جدی نیستش. در غیر از او من میتونم براتون بگم که امروز اگر حرکت استادگی احمد مسعود نمی بود، شما جرأتش نداشتین که می آمدین در رسانه ها صحبت میکردین. امروز افغانستان مرده بود، ملت ما
از بین رفته چی جنایت را انجام نمیدن. برادرای ما امروز در کوپای های نکوش حضور دارن. قربانی که امروز ببینن آقای نبیل پنشیران در آبها و مناطق دیگه که استادهی کردن دادن شما رو فراموش میکنین و نادلان هم میخواین بیاین عرفای تکتیکی بکنین؟ نخیر نه. بازم تکرار میکنم، اصلا خواهش میکنم که مردم بازی دیگه که بازی مردم نمیخوره، نسل جوان بازی تانه نمیخوره. بازم خواهش میکنم باعث یک هم وطن که بیاین در پالوی احمد مسعود در پالوی جبه مردانوار استاد شوین و شما که میخواین که مقامت از این خطه و از این منطقه و یا از این دره در یک جای دیگه بکشانین، این کلش پلانای شوم بادارانتان است. ما برکس اجازه نمیدیم. پنشیر نگین جهاد مقاومت مردم افغانستان بودن در آبها پنشیر و سایر مناطق افغانستان، خصوصا ما اجازه نمیدیم مقاومت از میجه نامگذاری شده. میراث و بنیانگذارش قهرمان ملی افغانستان بوده که امروز در سطح منطقه مقاومت یاد میکنن. ما این میراث بسیار با احترام سر چشمای خود گذاشته میگذاریم و پاسداری میکنیم. میراث و مرد بزرگ است. هر دشمن، هر توتگر، هر بزدل، هر چاپلوس، هر وطن فروش که بخواهی که در مقابل مقاومت توتیه بسازن و سادگی بکنن، ما در مقابلشان استا هستیم با کمک خداوند. خلاصه کوتا، مقاومت ادامه داره، مقاومت پیروز میشه، ایره بخواین نخواین، حق بقدار میرسه زود یا دیر. بیرق آزادی، بیرق مقاومت دوباره در کوپای ها و دشت و کمن صخره های افغانستان سرفراز گذاشته میشه. از آن بسیار جای هست بسا که نشست بعدی دوحه خوب شد کلان بیادم آمد، بجز از یک توتیه یک دسیسه چیز دیگه نخواهد بود. یک تعداد میخوان که طالب از سفید نمایی بکنن، یک تعداد میخوان که طالب ببخشن اگر به حرفم برسن سیانمایی بکنن. خب یا کلش یک زایه وقت است که میخوان وقت بخرن. بهتر است که مردم افغانستان، کسانی که بارمن به حب الوطن مادر وطنشان هستن که اشغال شده، اگوجدان دارن، احساس دارن، شجاعت دارن، چه از شمال، چه از جنوب، چه از شرق، چه از غرب. در این نشست کسانی که در ممالکای همجوار دو هستن تظاهرات برپا بکنن، در خارج افغانستان، در امریکا و اروپا، ببینین این جای واقعا دردآور است، هم شرم‌آور است که امروز در حالت که سرزمین ما قرار داره خواهران ما تجاوز میشه، جنایت جنگی هست، چرا چپ هستین؟ در این فریب دادن و عوام فریبی جنایتکاران به نام ترورستان طالب که در خیمه لوی جرگه که بجز از ببخشین خیمه لوی جرگه یک فسق و فساد و جعل و دروغگویی و فریب و دیگه چیز در این خیمه برمغان نامده، ما شما شاید هستین در زمان جمهوریت خواها که حتی اینا در انتخابات چی تقلبای را نکردن، تقلبای گوسپندی را انجام ندادن، نامردی را، رای پاک مردم را دزدیدن، از هوا نورستانیش گرفته تا آقای نورستانی گرفته، چی خیانت های را انجام ندادن در طول تاریخ. کنار ما فراموش کردنی نیستیم، اینا قصدار ملت افغانستان هستند، اینا واقعا باید از بیاین در داخل افغانستان روز از ملت مظلوم افغانستان که ملت به این حالت رساندن و شمول آقای نورستانی و آقای نورستانی کسانی که در انتخابات تخلف کردن، خیانت کردن، که امروز با میلیون ها دلار کشور رها کردن، فرار با اولادایشان، عیشت و معیشت دارن، خداوند اینا رو نفرین کنه. واقعا درد این ملت است که چی یک خیانت اینا به مقابل سرزمین انجام دادن. اینا تک تک از اینا اسمشان در سبک تاریخ است که فراموش نمیشن. عزیزان، در خیمه لوی جرگه یک تعداد از ببخشین چاپلوسان، محافظه‌کاران یا حتی با پیسه یا به زور اینا تهدید میکنن مردم را جمع کردن به نام نماینده این قوم و اون قوم که
جام جهانی را کشک بانن فریب بدن که والا دولت ما دولت فراگیر ملی است. این ما خوب میدانیم با همچون قاتلین، کافر بلاها، ترورستان، بردها، نوکرها، جاسوسا، کسانی که در 20 سال نه قرآن برای مردم افغانستان ماندن، نه مسجد ماندن، نه مکتب ماندن، نه پل پلچه ماندن، نه خیابان ماندن، نه شفاخانه ماندن، نه کودک ماندن، نه خانه معامله دار ماندن، نه پیر مرد ماندن، نه جوان ماندن، نه جورنالست ماندن. آیا مردم ما اینقدر خدا نخواسته مردم ببخشین یک تعداد البته ای من نمیخوام بهتر میشوه خدای نخواسته قدر خدای نخواسته احمق هستن کمی چیزها رو فراموش کردن خاطر فراموشی دارن؟ نه مردم ما همه چیز به خاطر دارن. اینا رو من ایره براتون پیشنهاد میکنم از تمام هموطنان ما که حتی در امریکای که هستن در کالیفرنیا لس آنجلس که ما هستیم همکاران ما با تماس شون در این تاریخ در واشنگتن در اروپا در کانادا استرالیا در داخل در خارج تظاهرات برپا بکنین و ضد نشست ما آماده با باشیم. ما کار خود انجام دادیم انجام میدم حتی ما پیشگام هستم که همیشه بر ازان ما پیشنهاد کردیم که چی باید کرد چی آمادگی ها رو بگیریم وقتی که عزیزان ما پیش نمیشن فقط آماده همی هستن که شب روز پایکوبی از پیسه علال ارام اینا چطور پیدا بکنن و در فکر وطن و مردم نیستن و در وقتش که بیای شهار مفت در میدان عمل نه زنش هست نه مردش هست این رو خیلی با واقعیت میگم امتحان خود دادن ببینین مردم فلسطین ببینین امروز شب روز خواب ندارن 6 میلیون نفوسش هست با او بربریت و جنایت که امروز اطفال و فامیلیاشان و خودشان از بین میبرن امروز در سطح جهان استادگی میکنن تظاهرات میکنن صدای خود بلند میکنن و مردم افغانستان از آدرس اون ملت از آدرس اون مردم به جا و جلال رسیدن در امریکا و اروپا رسیدن امروز وجدان ساز خود به کلی عزیز دادن تمام ایمانشان پول است جیفه دنیاست قار میشین قار بشین واقعگوی حرف مردان است حرف هر کس ناکس نیست هر بزدل هر محافظه کار بود پاک ترسوی نمیتونه که واقعت بگویه مگم خداوند آذر ببینین ما با کسی که وقتی میایم واقعت میگیم نه کینه داریم نه عقده داریم نه مشکل شخصی با کسی داریم ما میخوایم که مردم خود بیدار و شار بسازیم وقتی که ما در رسانه ها میاییم در این وقتی که اگر نیم ساعت است یک ساعت است امو که میگن به انگلیسی time is valuable time is money چرا آدم وقت خود ضایع بکنه از این وقت ما باید استفاده درست بکنیم اگر ما جورنالیست هستیم برنامه ساز هستیم باعث یک رول مدل در اجتماع میاییم ما بتانیم که رول خود رو خوب بازی بکنیم بتانیم تغییرات در جامعه بیاریم مردم خود ذهنشان روشن بسازیم واقعیت‌ها رو بیان بکنیم برشان معلومات آگاهی بیشتر بدیم اگر در مسیر اشتباه و غلط روان هستن ما باید از کوشش بکنیم که از اون مسیر اینا رو سوق بدیم در مسیر درست دیگه یک تعداد هموطنان ما اگر آزرده میشن او طلاق به خودشان داره ما که تمام تلاش خود به خاطر خداوند میکنیم به خاطر ام وظیفه ایمانی وجدانی که به مقابل خدا و سرزمین داریم اگر نه از نوجوانی 17 سال 18 سال متواتر باور کنیم صدا بلند که از همه چیز از انرژی خود از وقت خود از زحام ترافیک از نزدی چیزی حتی از پول دریغ نکو یعنی معنیش چی است چی میگیریم ما خدمتگار و سرزمین هستیم میخوایم خدمت بکنیم میخوایم واقعا صادقانه و عاشقانه در پلوی ملت خود سادگی بکنیم از آرمان میلیون ها شهید و سرزمین دفاع بکنیم دیگه مقصد ما را مخمه نداریم هموطنان عزیز دیگه لطفا از کینه و کدورت بگذرین قلبایتان چرک شپا کنین چند لحظه سرتان و گریبانتان بگذارین که یک دید عزیزانتان مثل بنده که می آید
چرا این حرفا رو میزنن؟ به فایده شما ها هستن، نه به نفس شما، به فایده اجتماع ما، مردم ما هستن. از آن بازم تکرار میکنم که تا حد که میتونین این مسئله را صحبت بکنین، وقتش تعیین بکنین که اگر بتونیم در هر ایالاتی که هستیم، در آستان شهری که هستیم، تظاهرات برپا کنیم، در وقتی که این نشست دوحه دایر میشه، کار بسیار نیکی است. این یک پیشنهاد بوده به عزیزان و به هموطنان ما. من فکر میکنم که ما باید از خاموش ننشینیم. دوستان عزیز، خب حقیقت به جای خود قرار میگیره. شما همچون شاهد هستین که در طول امی هفته گذشته یکی از عالمای دین به نام مولوی عبدالشکور بدخشی، اگه اشتباه نکنم، ایشان انتقاد سخت تندی را در منبر مسجد به مقابل اجیران به نام طالب یا ملشای پنجاب انتقاد داشتن. صحبتایشان قابل قدر است. ما اگر بهتر بود که از گذشته ها و گذشته که بعض وقت وقت شاد نباشه، بعض چیزها را باید در لابلای صحبت خود گنجایش ندیم، در طور کل ایشان در مقابل اولین بار بوده که یک عالم دین با شجاعت، مردانگی، متانت ساده میشه، واقعاتها را میگه. ای قابل قدر است. خداوند همچون عالمای دین ما را امراهانشان، هم فکرانشان ایمان قوی بده، شجاعت بده که اینا ساده شون به مقابل همچین توطئه، هم اشغال ملت خود بسیج بسازن. ای وقتش است. ایشان واقعا یک افتخار بزرگ را انجام داد که سبک تاریخ میشه. بعد از او ما کلپ را داریم که من اگر اشتباه نکنم اسم ایشان را من دقایق نمیدانم، یکی از همچین عالمای دین یا مولایی تاجک تباران ما که همچون دومین شخص از عالمان دین که ایشان همچون شهار دادن به مقابل ای ترورستان و اشغالگران که نمیفهم که سرنوشت اینا چی خواهد شد، مگر آفرینشان، صد آفرینشان. اینا در پالوی ملت خود اولین بار است در بعد از بیش از 2.5 ساله که با تمام تجاوز و جنایت و قتل و قتال و زورگویی و سکنجه و تجاوز جنسی به ناموس سرزمین، چی خیانت در اینا انجام ندادن و همیال هم فعلا انجام میدن، زورگویی و ببخشین حتی تعصب قومی، امروز توانستن که دو عالم دین استادگی بکنن از با تمام توانه که دارن. ما از اونا قدردانی میکنیم، ما در پالویشان هستیم. اینا واقعا افتخار میکنیم که عالمان دینی هستن که صادق هستن. امروز نشان دادن که بجز راه خدا، بجز پیغام الهی، بجز از کلام الهی، اینا به هیچ برده، به هیچ توطئه‌گر، به هیچ مزدور اشغالگر سرخم نمیکنن. امیدوار هستیم که از سر تا سر افغانستان اینا با ناره تکبیر الله اکبر استاد شوند، مردم خدا بسیج بسازن، قیام بکنن در پالوی جبهه مقاومت ملی و انشاءالله که افغانستان از اشغال نجات بدیم و کشور خود آزاد بکنیم. دوستان، در قسمت بعدی باید داشته باشین که در می چند روز اخیر از اینکه برنامه ما دوشنبه ها از تلویزیون شبکه جهانی، ببخشین، از سوال تیوی پخش میشه از شمال کالیفرنیا و سه شنبه ها برنامه همچون صدای مقاومت از شبکه جهانی تلویزیون امروز یا تودی تیوی پخش میشه از لس آنجلس. خب بین سه شنبه بگویم تا دوشنبه بعدی ما یک فاصله هم وقت است، هم روزها، یک چند روز، 4-5 روز هست، تحولات میایه، تغییرات در داخل افغانستان میایه. دیگه از او خاطر پیش از اینکه برنامه را آغاز بکنیم با همکاران عزیز ما در داخل صحبت داشتیم، همکاران ما، تیم مطبوعاتی ما، اینا فعلا کارهایی را که انجام میدن واقعا از آن در مزر عام
در مناطق مختلف افغانستان، خصوصا در مناطق شمال و شمال شرق و حتی مناطق جنوبی افغانستان، خب بیشتر اینا هم توجهشان تمرکزشان در کابل و مناطق شمال و شمال شرق افغانستان، پنجشیر، اندراب ها و بدخشان و کاپیسا و پروان و بلخ و مزار شریف و تخار و غور و هرات و مثلا میمنه و بادغیس و پل خمری و بامیان و امی پغمان و ششکوری کابل، اینا زیاد اینا مردم اذیت میکنن. خانم‌ها را که بارها دیدین که بجز یک توطیه نامردانه بزدلانه از یا به خاطر از روی سری که حجاب میگن، این تکتیک های بسیار وحشیانه از اینا استفاده میکنن، خانم‌ها را هم تجاوز جنسی میکنن، هم زندانی میسازن. یعنی چیزی که دست نامردان این کافر بلاها میایه دریغ نمیکنن. و در طول چند روزی که گذشت، که دمی چند روز سه روز، اینا مردم محل منطقه در آستانهای افغانستان در مناطق مختلف راپورای که رسیده که اینا شاید بودن نظامی های پیشین اینا تیرباران میکنن. حتی کسانی که از خارج میرن که فامیلای خدا نه، ایره بسیار مهمه دوستان، که یک تعداد منوزان مشن آمد دهنشان در میل آس انجلس که نه افغانستان آرام است و ایتر است. ما برشان میگم که برادر من ببین، شما کمقلی نداشته باشین، شما واقعا نمیفهم که تصب قومی است، این نادانی است، اشتباه است، این نمیفهم که مغز شما، عقل شما کار نمیکنه. اینا اگر آرامیان بیاید، تا دیروز در 20 سال امینایی بودن که انتحار انفجار میکردن، راکت پرانی میکردن، مین گذاری میکردن، قتل میکردن، انتحار میکردن، انفجار میکردن، خب باید از صلح بیا آرامی بیاید. آرامی که نیستش. امیال خودشان در چند گروه مختلف، یک روز بیرق بنامه طالب ترورست هستن، دیگر روز بیرق بنامه داعش هستن، دیگر روز بنامه شاید نمیفهم تحریک باشن. این کلش پلانای شوم استخبارات جهان است که میخوان لشکرکشی بکنن، جنگ دمیشه ادامه بدن و سرزمین ما را، ملت ما را استفاده بکنن، به خاطر که این آخه نمیتونن که از هزارها هزار مایل به اصطلاح بیان جنگ بکنن به مقابل کشورهای دیگه یا قدرتهای دیگه. اینا مجبور است که خاک افغانستان از اون سرزمین برشان هم مفید است، هم از نظر نگاه، هم از نگاه اقتصادی، هم میتونن رسیدگی بتونن. و خود از این لشکر نیابتی به نام ترورستای طالب اینا از مو خاطر آماده ساختن و گروه های دیگر که امروز گروه های واقعا عجیر و بی فرهنگ که نا به نام از اینا یک گروه دیگر گروه میخوان اعلان موجودیت بکنن یا اعلان به اصطلاح چی میگن ازبای خودن اعلان موجودیت از عذاب مختلفی را در داخل میفیلن، این قابل قبول باید از هیچ کس نباشه، به خاطر اینکه دسیسه است، توطیه است. خب اینا نه از نظامی های سابق تیرباران میکنن، حتی وطنان ما که از خارج به دیدن فامیلای خودان میره تیرباران میکنن، خبرنگارا رو به زندانی تیرباران میکنن، مردم هایی که اصلا فارسی صحبت میکنن، چی از تاجک، ازبک، هزاره یا ایماق یا اقوام دیگه، اینا کلش فارسمان هستن، اینا رو به نام داعش یا با مقاومتگرا دارن تیرباران زندانی میکنن. این دیگه قابل قبول نیست و جامعه جهانی نامردانه میخوان که چشمان خدا را پت کنن، گوشان خدا کور بکنن، ببخشید چشمان خدا کر بکنن، که گویا ما نمیشنم نمیبینیم و اینا خوب میدانن، اینا خوب درست باور کنین که از همه جنایت، خیانت، زورگویی در داخل افغانستان آگاهی دارن. مگم امو طوره که سرزمین ما را، ملت ما را اینا ارزان فروختن، با توته تسلیم کردن، این پلان خودشان بودن. دیگه ما مجبور هستیم که صدای حق بکشیم، صدای ملت خود به گوش جهانیان برسانیم، از هر گزینه که باشه استفاده بکنیم. از آن ببخشین که حرفای ما پراگنده نباشه، به خاطر که من نوت نمیگیرم، من می علاقه به نوت ندارم، اما احساسی که دارم چیزی که خداوند لطف کرده، میایم واقعیت های جامعه را با همکاری همکاران ما از داخل که گروه مطبوعات جبهه مقاومت ملی است، اونا بعض وقت که پیشنهاد دارن
یا خبرهایی رو که شریک می سازن که به سمع بیننده ها و تماشاگران خود برسانیم. از اون نگاه ما می خواهیم که صحبت بکنم. بعض وقت شاید حرفای ما یک کم پرخم پیچ باشه یا کج و پیچ بره. من کوشش میکنیم پس مخالف خود سوار بسازیم، معذرت می خواهیم. ما تمام توجه ما سر مسائل که چی در افغانستان فعلا میگذره. یک تعداد رسانه هاست که اونا هم راپورتاج هستن، خبرها را نشر میکنن، ذکر میکنن. ماها هستیم از عمق جامعه، از با پشتیبانی جبهه مقاومت ملی ما استادی کردیم از روزی که اعلان موجودیت کردن تا امروزی روز. انشالله با همکاران عزیز ما از کانال های یک تعداد البته مختلف مثل سوال تی وی است دیگه، امروز خود تلویزیون شبکه جهانی امروز که واقعا سپاسگزار هستم که همراه من همکاری کردن، خصوصا یعنی برنامه امروز که از استادیو اینا برنامه دارن، مجبور هستم که برنامه امروز ما از استادیو پخش بکنیم. خب ما کوشش خود میکنیم به نهایت که کارهای خود به طوری که قرار است ما انجام بدیم انجام میدیم. و در اینجا چیز دیگر هم در این مورد ما میخوایم ذکر بکنم دوستا، که یک تعداد فراموش نکنم که از نام جبهه، از کلاه قهرمان ملی، از عکس استفاده میکنن در سوشال میدیا. اینا میاین توهین میکنن، مردم اذیت میکنن، دعو و دشنام میدن. اونا نه پشتیبان جبهه هستن، نه عضو جبهه هستن، نه تعلق به جبهه دارن اصلا. و کسانی که منام نمیگیریم، یک تعداد خود نماینده جبهه در اروپا اعلان کردن که حتی در صحبت های دینی هم کم آمدن که قابل قبول نیست. در مصاحبه هایی که اینا آمدن صحبت کردن، از دانشان بویگن مبرای فهمیده خود میگیرن. اینا لیاقت نه کرکتر نه لیاقت نمایندگی جبهه را دارن، نه اینا نمایندگی جبهه هستن. امروز حرکت نوینه که امروز در سرتاسر اروپا و امریکا آغاز شده که رئیس یا بسراب بنیانگذاره ای حرکت به نام شورای قرارگاه مقاومت که آقای عبدالقادر جبران هستند، که ما یک تیم بسیار پرکار داریم که کار میکنیم در این راستا. بیش از 2 ماه هست کمیته های مختلف دایر کردیم و در ایش ما مشوره ها داریم. عزیزان ما هست از داخل خارج مشوره میدن، همکار هستند. ما میخواهیم که همه طرفداران صادق و صدیق جبهه مقاومت یا حتی با کسانی که باورمند به مکتب و میراث مسعود بزرگ، احمد چای مسعود قهرمان ملی هستند، زیر یک چتر ما منسجم جمع شویم، کار بکنیم، بازوی هم دیگر شویم، بسیج شویم. دیگر از او خاطر است ما مجبور هستیم به مقابل کسانی که در خانه نشستن، هم پول از سوشال میدیا می از یوتیوب می آید. فعلا تمام تلاش ناکس که از تمام دروغ و درم و توطئه و نامردی سوء استفاده بکنن، بینای خود بیشتر بکنن، توجه مردم رو بگیرن که پول بسازن. نه اینا صداقت دارن، نه شجاعت دارن، نه تحصیل دارن، نه کلاس دارن، نه سویه دارن، فقط یک وحشت است. باور کنین امروز از افغانستان ببینین، بازم تکرار میکنم، امی کسایی که در رسانه ها اوجه بودن اوجه رو هم خوردن چور کردن. آخه در افغانستان آمدن در 2019 عیشت و معیشت داشتن و در ایجا هم آمدن در ظرف بسیار کوتاه بهترین معترا زیر پایشان، تمام یوتیوب ها رو چنل ساختن، فقط صرف به خاطر چی هستن؟ که خودشان شهرت پیدا کنن، عیاشی داشته باشن، در فکر و ملت و مردم نیستن. آل اینا باید همیال به هزارها برنامه مثل بنده ها رو می ساختن، مردم خود تشویق میکردن. مگم اینا رو باید ملت افغانستان متوجه باشن، اینا نه فرزندان اصیل و سرزمین بودن، نه دلسوزی داشتن، نه صادق بودن، صرف از آدرس سرزمین، از آدرس و ملت استفاده کردن و میکنن. از مو خاطر است که جاوید پیمانی یا دکتر جاوید پیمانی در طول 16 سال در مقابل همچو فتنگران، همچون نامردان، همچون نمکرامان صدای خود بلند کردیم و ساده شدیم. در مقابلشان در محفلهای بزرگ بوده، چی از کسانی که در تلویزیون ها شناخته میشن، چی از لابیگرا بودن، چی از فاشستا بودن، چی از کسانی که امروز از آدرس مردم افغانستان انجمن نهادهای خیریه ساختن، فاوندیشن ها ساختن. به مخاطر اینا
در مقابل بنده یک اساسیت خاص دارند. به خاطر که ما از خدا آمدیم، به خدا به خداوند پس برمیگردیم. از کجا آمدیم، کجا میریم؟ ما باید خدا بشناسیم کی هستیم، چی هستیم، در این مسیر که روان هستیم مسیر درست است. ما میدانیم که وظیفه ایمانی و وجدانی ما چی هست. فکر نمیکنم ده فیصد ها میره بدان. اگر میدانستن ما دیالت نمیرسیدیم. دوستان، من نمیفهم که برنامه را دیر شروع کردیم. بازم در چیز قسمت دیگه که میخواهیم برام اسم تحریر که اینا در پنشیر زیاد فعالیت داشتن، یک توطیه بوده، یک دسیسه بوده. در زندان پلچرخی اینا جوان ها را سخشوی مغزی میکردن. لطفاً هماهنگی بکنین، برنامه ها را به گوش هموطنان ما برسانین. اینا پلان های شوم استخبارات منطقه و جهان است که میخواهن که اگر فردای این گروه اجنبی، گروه برده مزدور قاتل اگر رسمیت پیدا نمیکنه از افغانستان بسر رانده میشه، جاگزین از یا گروه های بعدی کی است، این کلش توتی است. باور کنین، در افغانستان ما براتون میگم، من خودم خوب هم درک درست دارم، هم تحلیل درست دارم، هم معلومات دارم، هم میدارم. چیز به نام داعش وجود نداره. این می طالب بی فرهنگ را یک روز بیرق سفید می تد، یک روز بیرق سیاه را برش می تد. فردای روز به نام حزب تحریر یک بیرق دیگر می سان او را برش می تد. و لشکرگیری می کنن، اینا زیاد کش می کنن. فوکسشان، توجهشان از سمت شمال است که مردم تاجک ازبک هزاره را لشکرگیری بکنن. و در اون صورت باز هر کار که انجام شود ختمش هلا و بلا در گردن مردم با تمدن و با فرهنگ و سرزمین ختم شود. ما از نسل جوان شمال خواهش میکنم هوشیار باشین، زیرک باشین. در کلام الهی، در دین مقدس اسلام، بردگی، مزدوری، جاسوسی، انتحار، انفجار، قتل، قتال هیچ اصلا قابل قبول نیست. یک مسلمان مؤمن هیچ وقت برده برده نمیشه، هیچ وقت به زور بادرانشان سر قدرت نمیاین. چطور میتوانند که بگن که ما جهاد کردیم با تیارای AC-130 در میدان هوایی بگرام بیاین و هفته 48 میلیون کش بگیرن؟ نه ای جهاد بوده، نه کس جامعه جهانی رو شکست داده. ای کل شک توتی است، فریب است، فتنگری است، بردگی است. اینا بازم تکرار میکنم کافر بلا هستن، نه اینا مسلمان هستن. طالب یعنی چی؟ طالب طلب کننده دین است، شاگرد مدرسه واقعی که میخواهد دین خدا را بیاموزن، پیغام کلام الهی را بیاموزن و مصدر خدمت برای جامعه شوند، خدمت برای دین مبین سام بکنن، برای مسلمان ها بکنن. یا چی خدمت را کردن؟ بجز از خیانت، جنایت، ظلم، ستم، بی‌ناموسی، چور، چپاول، وطن فروشی، قتل، قتال، انتحار، قرآن در دادن، مسجد یا در دادن، همه چیزی ها نابود ساختن. هر کسی که پیروان از اینا هست بیعت از اونا میکنن، اونا خودشان برده برده هستن، وطن فروش بی فرهنگ هستن، کافر بلا هستن، مزدور هستن، فتنه هستن، نمکرام هستن. هر کسی که باشه، از چهره های سابق باشه، سیاستمدار باشه، چپی باشی، راستی باشی، امروز زیر بیرق آیسای پاکستان و استخبارات جهان که بیرق طالب یا ترورستا میگن، زیری بیرق وقتی سر خم کردی تو یک وطن فروش بردستی، خاموش بودی یک ترورست بردستی. امروز شجاعت ایمانداری و سادگی را از مردم امجوارت بیاموز. آماده باش، هوا گرم میشه، با یک صدا، با یک قیام، با یک حرکت میتونی که سرنوشت داده خودت به دستت بگیری، آینده تا خودت بسازی و آینده نسلای بعدی را باید از شما بسازین. حق با تا گرفته شو نه طلبیده میشه. وقتی که نا عقل تنه میتن بزور ساده شو
از گلون شاق طبیعی، آزادی با خون گرفته میشه، نه با صلح و صفا، نه با او که فریب و دروغ منافع ملی و وحدت ملی. نه خیر، نه، او چیزا دروغ بوده، دسیسه بوده. در طول تاریخ هم امروز ما شما میبینیم لوی جرگک توطئه بوده. اگر ما میاییم به نام چیز به نام قانون اساسی دروغ بوده، شعار ملیگرایی دروغ بوده، این نسل باید از که افغانستان در یک مسیر دیگه قرار بدن، دیگه راه نیست. در این قسمت برنامه از آن پیشی که من خداحافظی بکنم، از استدیو سوالگیری خواهش میکنم که کلپ از یکی از عالمای دین عزیز شجای ما را که اینا در لابلای صحبتهایشان در پودیم یا منبر مسجد صحبتهای داشتن، واقعیتها را اظهار کردن. این قابل قدر است، قابل واقعا تقدیر است که هموطنهای ما باید در پایی همچون شخصیت ها سادگی بکنن، انگیزه بگیرن، ترس راست نداشته باشن. این می مقاومت است. اگر یک تعداد در آخر میگم که میگن که مقاومت وجود نداره، آیا جبهه مقاومت چی دستاور داره؟ این کل جزمی جبهه مقاومت است. اگر عالم دین در یک منبر مسجد صدا میکشه، جرات میکنه، این پیروان مقاومت هستن. اگر خواهران ما در خیابان ها تظاهرات سر صدا میکنن، ای جزء مقاومت است، پیروان مقاومت هستند. اگر برادران ما سپاهیان و لشکر احمد چای مسعود به رهبری عامر جوان احمد مسعود در کوپای های هندوکش پامیر سخت میرزمند، ای که مقاومت است. اگر ماها از رسانه های مختلف سر صدا میکشیم، ای مقاومت است. اگر صادقانه مردمان افغانستان یا ملت یا مردم که عزیزان ما که در اروپا امریکا در خیابان ها تظاهرات میکنن، این مقاومت است. این کلش مقاومت است. این کلش دستاورد جبهه مقاومت ملی شدن رهبر جوان است و همکارانشان. این ما خوب میدانیم. مگر مو تعداد که شرماور است میخوان که واقعتها را پنهان بکنن و واقعتها را پشت پرده بزنن، مردم فریب بدن. آخر نه، قابل قبول نیست که از برتان اجازه نمیده. اجازه بدین از آن که کلپ از صحبت‌های یالم دین با هم تماشا بکنیم، با ما باشین، دوباره برمیگردیم. چرا بر اسم عنعنات برادران مخالف خود احترام نمیگذاریم؟ چرا این همه انحصار گرایی و تک قومی و بالاخره انحصار طلبی تا به کی؟ زیر نام اسلام، زیر نام حکومت اسلامی، زیر نام امارت اسلامی ما داریم برادر مسلمان خود تهدید میکنیم و موضوعات عصبیت و موضوعات زبان پرستی را دامن میذاریم. والله قسم مرگ است، والله قسم جای شرم است. والله قسم ملک الموت، نه پشتون میشناسه، نه تاجک تفکیک میکنه، نه ازبک تفکیک میکنه. و خانه قبری که ما در اوج دفن میشویم در بین تاجک و پشتون و ازبک و این و آن تفاوت قائل نیست. کرامن کاتبینه که نامه اعمال من و تو را نوشته میکند بدون تفاوت نوشته میکند. ما مسلمانیم و فرزند آدمیم. تفاوت ما بر اساس تقوا و بر اساس دیانت باید بوده باشد. امروز ملت مسلمان افغان در حالی که ملت ها و کشورهای اسلامی باید یک ملت و یک دست و یک پارچه بوده باشند، اما این ملت یک دست و یک پارچه را امروز به 57 کشور اسلامی تبدیل کردند و پارچه پارچه کردند و این کشورهای اسلامی را هم در میان خود نمیگذارند که حتی یک کشور افغانستانی با 34 میلیون در بین خود متحد یک پارچه بوده باشند. ازبک وقتی در قدرت میرسد در تلاش حذف پشتون است. پشتون وقتی در قدرت میرسد در تلاش حذف دیگران است. تا که میتونیم باید از هر جای ممکن پشتون را بیاریم در اینجا ما جایگزین بکنیم و ما باید تاجک و ازبک را ببرین دو جا جایگزین بکنیم. انحصار طلبی، تکخواهی، تعصب موضوعی منتن و فاسد و بدبویه که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایرا به عنوان بدبوی و فاسد عنوان کرد. دعوها فانها منتنه. بگذارید ای آثار جاهلیت و مواردی به معنار کنار بگذارید. خب از آن ببینین،
امو طوره که ایال بدین معلوم میشه در منبر مسجد بیانه میتن یا صحبت میکنن، عزیزانم و بانوری تکبیر الله اکبر صدا میکنن. ما برتان ایره و مردم افغانستان واقعت برتان میگم، امو طوره که در زمان جنگ سرد با می ناری تکبیر با می الله اکبر استادگی کردین، زنجیر استبداد کمونستی را یا قشون سرخ با رهبری قهرمان ملی احمد چای مسعود شکستاندین و حتی جیران و نوکرانشان این مرد بزرگ کابل تحت کنترل گرفتن، شکست دادیشان. امروز ما برتان وعده میتیم که اگر صادقانه متی با انسان های با تقوا با ایمان استادگی بکنین، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، با نعره تکبیر الله اکبر، باور کنین هیچ قدرت این گروه وحشی بزدل ترسو اصلا نمیتونن در مقابل این ملت استادگی بکنن. خب ببینین امروز ما بارا گفتیم، بازم تکرار میکنم، قربانی میتین، بله قربانی میتین، قربانی رو یک روز بدین. یادتان رفت قیام مردم هرات در یک روز بیش از 26,000 قربانی دادن؟ اینا چقدر در مقابل 4 میلیون مردم کابل، 4.5 میلیون از برای خدا مردم ما را چی کردن؟ از این کده بدبختی، از این کده دیگه ذلت نیست، سرناموستان تجاوز میشه، حقتان پایمال است، در فقر و بدبختی زندگی میکنین، بزارا زارا جوان ما فرار میکنن، وطن الا میتن، تمدنتان از بین میره، هویتان از بین میره، هیچ چیز برای شما نه غرور نه غیرت نه هیچ چیز نماندن، همه چیز از شما، منبر مسجد از شما گرفتن، بازار توتی دیگه امروز نه وقت میخرن که بیشتر بتانن کنترل سرزمین بگیرن و شما را برده بسازن. دیگه سر نتونین پلان بکنین، انتظار چی هستین اماتان عزیز؟ اگر رهبر میخواین رهبر است، برادرانتان هست. ای خونه میشه که در خانه خانه کسی بیاید تک تک کنه که اموطنم بیا بیرو که وقت قیام است. حتی از عزیزان پشتون ما لطفاً مسئله قومیت زبان کنار بگذارین، وطنتان اشغال شده، تا که شما هر قاتل بیا، هر جنایتکار بیا، هر قتل بسازین برادر بگوین. خب این همین جنایت کمیا میکنن، در کدام تاریخ اقوام دیگه به مقابل شما از انجام داده؟ چی خیانت رو انجام نمیدن؟ امروز ای عزیزان ما که میاین در خیابان ها، خواهران ما یا در مساجد بیانه میتن، مردانوار ساده میشن، چه سبقی و ناساخوان، ایچه دیگه وقت است که شما سادگی بکنین، آمادگی بگیرین. دیگه راه حل نیستش، بلی مبارزه ادامه میافه، مقاومت ادامه میافه. من بهتر است که پیش از اینا را افغانستان به بستر بزرگتر تروریست ها تبدیل بکنن، گروه های مختلف در افغانستان فعالیت داره، مدرسه هایی که امروز به هزارا هزارا کودک را تروریست تربیه میکنه، اینا حتی اونا را تمرین نظامی یاد میدن، انتحاری میسازن. این خطر بسیار زیاد است، برای نسلهای بعدی ما خطر است، برای خود ملت ما خطر است. دیگه تا که ملت عزیز دست زیر لاشا بشینین، انتظار ازی باشین که برای شما همه چیز معیا شود، نخیر نیوت خود در تاریخ بشر نمیشه. بازم تکرار میکنم، نام نمیگیرم یا بگیرم، امروز فلسطین بیرین چی توسا بگیر میکنن در کشورهای همجوار ما شما دین، در خود ایجپت مردم همیشه تظاهرات کردن، تغییرات آوردن، در خود کشور همسایه ما، در امتبار ما، در ایران مردم تظاهرات میکنن به هر شرایطش که باشه، و هر مقصد مرامه که هست، هر کشور از خود مشکلات مختلف دارن. من امروز در افغانستان همچون بسیار در مردم افغانستان در شرایط بسیار سخت قرار داره، واقعا بسیار دردآور است. همه چیز یک طرف بگذاریم، گرسنگی، فقر، بی‌عدالتی، زورگویی را، مگم بی‌ناموسی که اینا انجام میتن، تجاوزی که به سر دختران تاجک هزاره میکنن، این قابل قبول هیچ کس نیست.
در کدام شریعت، در کدام دین، در کدام کتاب الهی شما نشان بدین که کار بایسی کسانی که میگن ما مثلا پیرو پیغمبر اسلام هستیم یا شریعت صحبت میکنه یا مسلمان میگیرن خدا نخیر نه از زان ما اینا کافر هستن، کافر بلا هستن، این می خودش کافر کافریتشان نیست، این می خودش بر ما وانمود نمی سازه. وقتی که اینا 48 میلیون استخبارات جهان میگیرن با توطیه داخل شدن، امروز گای زیر پای استخبارات چین هستن، گای زیر پای استخبارات منطقه هستن، گای زیر پای استخبارات جهان، اینا مرقاس های صنعتی بگویم، اینا نیست دارن، نابرو دارن، نه غرور دارن، نه غیرت دارن، اینا گروه پلید تروریستی خونریز بی فرهنگ هستن. ما بازم تکرار میکنم، دلک از خوش میشه خفه میشه، شرم باد، شرم باد به با اون مردمی که دست زیر علاشا بگذارن و انتظار باشن که افغانستان از باد هوا باز بی 52 خارجا بیا آزاد بسازه. نخیر نه، اگر اون اگر با قبلم در تورای ایرانی ما اگر به اون طور میشد یا اونجوری میشد، خیر دیگه چرا افغانستان تسلیم شام میشد؟ حالا وقت است از آن ما در آخر برنامه که وقت بیشتر تا نگیرم، وقت عزیزی که باید قیام بکنیم، قیام 100% است. ما بازم این شعر، شعر بسیار زیبا انقلابی است، بعض اشعار است که در مرور زمانی که ما قرار داریم صدق میکنه، در اون وقت زمان میخوانه، از شهید سید اسماعیل بلخی است که میگه جوانا در قلم رمز شفا نیست، جوانا در قلم رمز شفا نیست، دوای درد استبداد خون است، بخون بنویس بر دیوار ظالم، بخون بنویس بر دیوار ظالم که آخر سیل این بنیاد خون است. عزیزان شما را به خداوند یکتا می‌سپارم، تا هفته آینده روز دوشنبه فراموش نکنین روزای دوشنبه برنامه صدای مقاومت ملی از شبکه جهانی سوهیل تی وی از شمال کالیفرنیا پخش میشه، سه شنبه ها فردا برنامه صدای مقاومت ملی افغانستان از شبکه جهانی امروز که ساعت 2:30 وقت کالیفرنیا است از شبکه جهانی امروز است و 11 صبح از سوهیل تی وی پخش میشه روزای دوشنبه. خداوند یار آوردان، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان و زنده باد مقاومتگران. مقاومت پیروشدنی است، ما به این بارمن هستیم، عقب مقدار میرسد. روز شبتان بخیر. نیویورک پیتزا، نیویورک پیتزا جهت خوشی مشتریان خود 7 روز در هفته از ساعت 5 عصر الا 10 شب تمامی پیتزاهای افغانی خود را که از گوشت حلال آماده می شود با 25% تخفیف عرضه می دارد. همچنان شما عزیزان می توانید یک خوراک قابلی پلو اعلای افغانی را صرف در بدل $15 به دست بیاورید. آدرس 41300 فریمان بلوارد، تقاطع ادم استریت. شماره تماس 510-438-88-39.